خب امیدوارم که تا این لحظه بهتون خوش گذشته باشه، از برنامه هم لذت برده باشین. بله، ممنون که تا این لحظه با ما بودین. در این بخش برنامه شما رو دعوت میکنیم به یک موسیقی بسیار زیبا از دوست هنرمندمون آقای میلاد بهشتی. این شما و این میلاد. In your body, let me see you moving, because I need somebody. Helpless, you know I'm so helpless, when I see your eyes and when you move your body. Don't tell me why, don't tell me why, don't tell me why. تب شب یلداست و از روزها قبل، بلکه 10 روز قبل، یه هفته قبل شروع شده به اسمس ها و مسیج ها و پیام های تبریک شب یلدا. بعضیاشون سرکاری و شوخی هست، بعضیاشون خیلی متنهای قشنگ و جدی هستش که خیلی دلنشینه، ولی همه سعی میکنن اولین نفری باشن که شب یلدا رو تبریک میگن و آخرش میرسن یادت باشه من اولین نفری بودم که بهت تبریک گفتم. بله، اتفاقا چند روز پیش از یکی از دوستان یکی از این مسیجای پای شب چله‌ای رو برام فرستاد که خیلی زیبا بود. نوشته بود که آخر پاییز است، همه دم از شمردن جوجه ها میکنن، حالا تو بشمار چند تا دل به دست آوردی، چند تا لبخند بر لب نشاندی. واقعا چقدر قشنگ. بله. همین این جوجه رو آخر پاییز میشمارن اشاره کرده بهش و بعدم گفته حتما این نیستش که به میچی داشت نده. بله، خیلی واقعا جالب بود. حالا چرا جوجه رو آخر پاییز میشمارن؟
نمیدونم کنایه فکر میکنم از اینه که لب و مسئله دیگه، جوجه آره، آخر پاییز یعنی که آخر کار معلوم میشه، یعنی برداشت تو نتیجت آخرش چون آخر پاییز شما جون آدم قافلگیر میکنه یه هم که چرا آخر پاییز میشمارم چجوری باید بگم آخر پاییز چجوری چون که آخر پاییز دیگه آخر پاییز میشمارم ولی خیلی جالبه که به غیر از این حالا مسیجا و استیکرهای جالبی که میادش همیشه شب یلدا تم هم دیگه داره جدیدن، مثلا مهمونی که میگیرن میگن تم شب یلدا همه قرمز میپوشن، مثل اینکه قرمز کلاه هندونه میذارن، آره یه ناخوناشون رو دیزاین میکنن هندونه و آقایون که نمیتونن آقایون کلاه میذارن خانم ها ناخوناشون یا لباساشون رو ست میکنن قرمز و خب به هر حال تزیینات و سفره آرا بله. دیگه دکوراسیون و همه چی میشه، همون میشه پارتی بازی دیگه، پارتی بله. بازی که نه ولی خب مهمونی بازی اینجوری میشه شب یلدا. واسه مهربونی و واسه همزبونی و شبی با شور و حیاهو و شکوه صبح فردا، یه بهونه یه قشنگ شبی که طلایی رنگ، شب طولانی و زیبا که مزینه به یلدا، شب یلدا شب یلدا، شب بیرون شدن تموم دردا، شب یلدا شب یلدا، شب شادی شبی تا اوج بلندا. شب میتپه شوق دیدار تموم عاشقان توی لحظه لحظه همین شبه، با انار دونه دونه توی جمع گرم خونه، با دعا رو به خدایی که همیشه مهربونه، میگم از آرزوهامون که اسیر سرنوشته، میگم از خاطره هامون تا به یادی از گذشته. واسه مهربونی و واسه همزبونی و شبی با شور و حیاهو فردا، یه بهونه یه قشنگ شبی که طلایی رنگ، شب طولانی و زیبا که مزینه به یلدا، شب یلدا شب یلدا، شب بیرون شدن تموم دردا، شب یلدا شب یلدا، شب شادی شبی تا اوج بلندا. بله بیننده های عزیز، همونطوری که در طول برنامه بهتون قول داده بودیم، امشب دو تا مهمان ویژه داریم، دو نفری که دوتایی یه نفرن با هم. خیلی خوش اومدین تامین و ایدل عزیز، مرسی که اومدین برنامه شب یلدای ما، خیلی خوشحالیم که داریمتون. ممنونم، مرسی که ما رو دعوت کردین، من خیلی خوشحالم که از نزدیک میبینمتون، همینطور سلام میدم به بیننده های عزیزمون، دوستتون دارم، امیدوارم که در کنار خانواده شب خوبی داشته باشیم. من هم سلام میکنم هم به شما و هم به همه بینندگان این برنامه، شب یلدا رو تبریک میگم و خوشحالم که در خدمت شما هستم. مرسی، ممنون. گروه 25 بند که اولین سوالی که میخوام ازتون بکنم، چرا 25 بند؟ این از کجا اومده؟ 25 بند
به خاطر شکل نوشتاریشه، دو در انگلیسی که همون تو تلفظ میشه و پنج یعنی فایف هم شبیه اسه، این تو با این اس میشه توس بند. توس نام قدیمی شهریه که ما از اونجا میاییم، مشهد، و حالا فلسفهش اینه، ولی خب به اسم 25 بند نامگذاری شده که خیلی هم راحت باشه برای تمام میتونم بگم نشنالیتی ها و بقیه افرادی که حتی ایرانی نیستن خیلی راحت بتونن رو متوجه بشن و توی تلفظش و اینجور چیزا به مشکل نخورن. خیلی هم جالبه، پس از اسم شهر ایرانی گرفته شده. بله، درست. بله. اسم کاملا ایرانیه، منتها آره در قالب اینترنشنال. خب از کارهای جدیدتون برامون بگیم. بالا کارهای جدید که خیلی داریم، همش در حال، ما همیشه در حال کار کردنیم، هیچ وقت استراحت نمی کنیم، چون کارمون هم دوست داریم. میشه گفت هم استراحت میکنیم هم نمیکنیم. دوستان همش میگن شما چه خوش میگذرونید، خوش به حالتون. به خدا ما همیشه داریم کار میکنیم. الان مشغول ضبط موزیک ویدیو هستیم اینجا در استانبول. سه تا موزیک ویدیو داریم میسازیم که کارگردانیشو یه دل عزیز میکنه. همیشه موزیک ویدیو ها کارگردانیش با یه دل تشویق حضار بله خیلی مشغول هستیم، مخصوصا موقعی که سفر میکنیم، میاییم اطراف ایران به خاطر برنامه و کنسرت هایی که داریم. خب این تایم هایی که بالاخره هست رو سعی میکنیم حتما اکتیویتی های دیگه هم داشته باشیم، و مخصوصا برای موزیک ویدیو، چون ما خیلی همیشه موزیک های آماده زیاد داریم. مثلا یکی از دوستان از ما میپرسه شما یه دونه آهنگ دارید که مثلا بخوایم برایش ویدیو؟ ما میگم 20 آهنگ ما داریم. شاید برای همه شما ویدیو درست میکنین؟ بله سعی میکنیم که تایممون همش با موزیک ویدیو. ما هر وقت میریم مسافرت همه میدونن مشکل اضافه بار دارن، ما دو تا چمدون فقط وسیله داریم که به خاطر که استودیو رو با خودم، هم استودیو صدا رو میاریم، چون اصلا کار صدایی خودمون هم خودمون انجام میدیم، هم استودیو صدا توی چمدون بزرگ، استودیو تصویر هم توی چمدونه. دقیقاً اصلا تامی جا من فکر کنم همین لباس اکسسوریز یه چمدون خودش بیشتر از یه چمدونه. معمولا همیشه اضافه بار داریم، دو تا چمدون اضافه تر تو بار داریم. که حالا یه چیز جالب، شما زوجی هستین که فکر می‌کنم اولین زوج ایرانی باشید که با هم دیگه دارین کار خوندن و موزیک ویدیو، این یعنی کار موزیک با هم انجام میدین، هم زن شوهر هستین. یعنی این رابطه چجوری بوده؟ اول یعنی با هم دیگه توی ریلیشنشیپ و رابطه بودین بعد این گروه رو تشکیل دادین، یا اینکه برعکس اول یعنی گروه رو تشکیل دادین بعد با هم آشنا شدین؟ از اون سوال هست که ایدل استودیو داشت، مشهد بهترین استودیو رو داشت، همه میرفتن اونجا ضبط میکردن. مرسی، خیلی ممنون، پده شما بشم، لطف داریم. مرسی. منم رفتم، خب کارهای خودم میخواستم ضبط کنم، رفتم استودیو ایدل که کار ضبط کنم. و هی میرفتی استودیو میامدی؟ واقعا اولین باری که ایدل رو دیدم، دختر رو فکر کنم خوب درک میکنم، تا شاید آقایان هم نمیدونم، اولین باری که ایدل دیدم واقعا یه چیزی اینجا کنده شد. هنوز که نتونستم بذارمش سر جاش، هنوز بعد اینجا چند ساله؟ الان دیگه داره 9 سال گذشت. از دوستیمون که امیدوارم که همیشه از ازدواجمون 9 سال همیشه همینطوری با هم یه سال بمونید. دوست بودیم تقریبا 10 ساله. خیلی هم عالی. اول با هم دیگه دوست بودیم. پس اول دوست بودیم. فعالیت موزیکیمون رو شروع کردیم. بعد از یک سال ازدواج کردیم. تا اینکه دوست شدیم هم خب خیلی طول کشید. یعنی دوست داشتیم همدیگه رو ولی با هم دوست نبودیم. فقط تیک و تاکش قاشقی رو داشتیم. نه نه نه، ما اصلا با خیلی پیشنهاد سنگین کار میکردیم. سنگین از اول رفتیم سر. ما با پیشنهاد ازدواج ایدل با هم دوست شدیم. یعنی به من پیشنهاد ازدواج شد، من همونجا سریع قبول کردم. من خوش شانس بودم. خب بعدش با هم من خیلی تشکیل دادیم. یعنی بله درسته. اوکی، پس اول ریلیشنتون بوده. موزیک ویدیوام هم که اومد بیرون، سه اولو که ضبط کردیم بازم همشون با هم دوست بودیم. آه، هنوز ازدواج نکرده بود. درسته. اول توی موزیک ویدیو لباس عروس پوشیدین بعد توی واقعی؟ درسته، یه سال بعد لباس عروس واقعی پوشیدیم. اونم قرار نبود اصلا ما ازدواج کنیم، خیلی یه دفعه‌ای شد. من و ایدل که با هم دوست شدیم، یعنی همونجا که پیشنهاد ازدواج داد، در صورت ما نامزد شدیم. خانواده هم ایدل رو دیدن، خیلی دوست داشتن، خیلی خوششون اومد از ایدل و با هم رفتیم دبی، اونجا زندگی کردیم، هنوز با هم دوست بودیم. برگشتیم که خدافظی کنیم، به خاطر که موزیک ویدیوها رو باید میدادیم بیرون،
میدونستم که دیگه توی ایران نمیتونیم بمونیم. برگشتیم موزیک ویدیو رو بدیم بیرون، 10 روز قبل از اینکه خارج بشیم از کشور گفتن بیان عروسی بگیرین. تو 10 روز همه کار کردیم و خیلی هم عروسی خیلی خوبی شد. خودم هم من خودم رو درست کردم و همه کار رو خودم دو نفر کردیم، مثل همه کارهای هنریت. برای یلدا تا حالا کاری داشتیم؟ شب یلدا آه یعنی موزیک ویدیویی در رابطه با شب یلدا؟ نه مخصوص شب یلدا خیر، ولی ما همیشه سعی میکنیم توی کارهامون از کانون خانواده بگیم، از عشق بگیم، از در کنار هم بودن بگیم، از نزدیک شدن انسان‌ها به همدیگه بگیم و فکر میکنم تمامش میتونه سنخیت داشته باشه با تمام شب‌هایی که از نظر پایه‌ای شب یلداست و همه دوره هم خواهند. من خیلی تشکر ویدیوهای شما همیشه خیلی شاده، ولی یه سوالی که همیشه برای من در ذهنم به وجود میاره اینه که شما در کلیپ هاتون، ویدیو کلیپ هاتون، موزیک هاتون، طراحی لباس، طراحی گریم به خصوص در شما خیلی متفاوته. یعنی آیا اینا ایده از جایی میگیرین یا طراح خاصی دارین یا خودتون این کارو انجام میدین؟ والا تا قبل از اینکه بریم امریکا برای کلن یعنی موف کنیم اونجا، کار اکثر کارا یعنی تقریبا 100% کار خودم انجام میدادم. خب نظر ایدلم میپرسم که اونم خیلی کمک میکنه، خیلی نگاه دقیقی داره. من میگم مثلا مامانم یه لاخ از زیر ابروشو برمیداشت، ایدل متوجه میشه. مرد رویاها دوستان، خانمای عزیز که هر کاری میکنن آقای متوجه نمیشن. ریزبینی خیلی چیز مهمی مخصوصا تو کار خیلی. ما ایدل خیلی وقتی بالاخره در مثلا کارگردانی یک کاری رو انجام میدیم باید به همه نکات اون، مثلا همین الان هم که در نشستیم اینجا اگه دقت بکنین ما خیلی حساس هستیم روی تمام مسائل، تمام چیزهایی که بالاخره توجه تو دیزاین شده است. بله خیلی سعی میکنیم مچ باشیم، حالا چه تو لباس، چه تو کلام، چه توی چه تو اجراهامون. به خاطر اونه. بعدم که رفتیم امریکا من نه الان که به خاطر اینکه خیلی حجم انبوهی از کار واقعا سرمون ریخته که نبگم، واقعا داریم لذت میبریم. ولی خب کمک میگیرم الان از دیزاینرهای خیلی خوبی کار میکنم الان. ولی خب تیست فشن داری، یعنی سلیقه خیلی زیادی داری و انجام، یعنی حالا اینجوری سوال کنم، اگر خواننده نمیشدی چی کار میشدی؟ والا من قبل اینکه خواننده بشم نقاش بودم. آره. یعنی از بچگی من یادم اولین باری که رفتم کلاس نقاشی من کودکستان بودم، همه دانشجو بودن، همسرمون استاد دانشگاه بود نقاش بود، من سر کلاس بودم. واقعا هر دفعه که میرفتیم 200 تا 250 تا بعد طرح میکشیدیم که با صفحه بعد ببریم، همه رو کشیدم، دوستای پدرم، دوستای مامانم. دیگه از بچگی نقاش بودم، طراحی دیزاین میکردم، دیزاین داخلی میکردم. پس درست حد زدم اگر خواننده نمیشدی حتما استایل یا طراحی تو کار هنر بودم. آره آره خیلی عاشق هنرم، خیلی دوست دارم. اوکی شما هم همینطور، من فکر میکنم که شما هم باید تیست و سلیقه. بله خیلی زیاد، من به خاطر بک‌گراندی که از پدرم دارم ایشون کار عکس و فیلم به صورت آرتیستیک البته انجام میدادن سالیان دور و من فکر میکنم به خاطر اینکه اصلا تو اون فضا به دنیا اومدم و بزرگ شدم خیلی تأثیر گذاشته. عاشقانه این کار رو دوست دارم و سعی میکنیم هر روز بهتر بشیم، هر روز یاد بگیریم و به امید اینکه بتونیم واقعا همینطوری که این مسیر رو اومدیم با بهتر و بهتر ادامه بدیم. الان لباساتون طراحی خودتونه یعنی یا کسی براتون طراحی کرده؟ نه من خودم دیزاین کردم که اکثر موقعات خودم این کار میکنم، ولی بعضی کنسرت هامون که خیلی بالاخره آوتفیت های تامین لباساش شکلای مثلا خاصی داره که اون دیزاینرها انجام میدن، منم سعی میکنم که با همون دیزاینرها لباسامو دیزاین بکنم که دقیقاً توی یک کاتگوری باشه. لباس تن منم کار تشکر میکنم ازش، کار پدرام کاتور هست، دیزاینر امریکایی ایرانیه، خیلی فوق العاده هنرمنده. اکثر کارامو با پدرام کاتور میکنم، البته 4-5 تا با 4-5 تا دیزاینر خیلی خوب کار میکنم، ولی دیگه اون یه چیز دیگه است دیگه. عزیز دوردونه بسیار هم زیبا. حالا یکی از خاطره های شب یلداتون رو برامون تعریف کنید. خاطره شب یلدات یعنی اصلا ایدل و تامین شب یلدات سوا از این قضیه کاریشون چجوری گذرونده میشه؟ غیر از اینکه اگر یعنی اینکه قبل از اینکه به شهرت برسید بشین 25 بند و الان چه تفاوتایی چه فرقایی کرده؟ من راستشو بخواین چون این تایم شب یلدا خیلی تایم کریسمس و نیویر و سال نو هست، ما همیشه تو سفر بودیم خیلی زیاد، یعنی این تایم رو مخصوصا تو سفر هستیم. ما حتی نوروز هم خیلی
میتونم بگم شاید 5-6 ساله که هفت سینمون توی رویارو هوا بودیم یا توی هتلی بودیم که رسیدیم. ولی خب ما خیلی دو نفره با هم دیگه تایمای خیلی خوبی رو میگذرونیم میتونم بگم. و میگم تو حتی تو شعرامونم میگم ما دوتایی با هم جمعمون جمعه، انشالله که جمع همه دوستان دو نفره با هم دیگه جمع باشه. و خیلی سعی میکنیم که این حس زیبای دو نفره رو همیشه توی هر به هر بهانه‌ای به هر مناسبتی نگه داریم. و اینکه بخوام بگم مثلا قبل از اینکه 25 بند باشه یلدامون به چه شکل بوده یا بعدش، میگم چون انقدر این تایم دو نفره رو زیاد با هم دیگه داریم، میتونم بگم 24 ساعته. خیلی از دوستان، اکثر دوستان به خاطر شرایط کاری جورن که تایم زیادی از روز رو شاید از هم دیگه جدا باشن. حالا خیلی کم پیش میاد که زن و شوهر با هم توی محل کار بکنن، ولی ما چون واقعا 24 ساعته با هم هستیم، میتونم بگم خیلی نمیتونم اختلاف بذارم بین اون تایم ها. ولی باز هم میگم یلدا یه مناسبت بسیار دیرینه است برای ایرانی ها و ما هم خیلی خوشحالیم که امشب یلدای امسال رو در کنار شما هستیم. بله ما هم خیلی خوشحالیم.